با عرض سلام و ارادت و احترام حضور بیننده ها و شنونده های بسیار عزیز افغان نوبل تیوی و با سلام حضور هر یک افغانم در هر نقطه دنیا هستن، عید برای هر کدام شما تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم عید خوبی را داشته باشین و آرزومند هستم با آمدن عید صلح و صفا و آرامی در کشور برملا کرده. دوست و عزیز و نازنین همه ما و شما، شاعر و آوازخوان، کمپوزیتور بسیار مجرب، امروز مهمان برنامه ما هست. وقت گرانبهای شما را نمیگیرم، خود شما با چهره و نامش آشنا هستین. این شما و این مهمان عزیزم. بیننده های نهایت عزیز و گرامی، با عرض حرمت، سلام و ارادت و احترام، تا فرصت در اختیار است، همون ترتیبی که جناب علی کوزه صاحب اشاره رساندن، ایام عید است. از صمیم قلب خدمت فرد فرد و تک تک بیننده های عزیز القدر این ایام خجسته می خواهیم و پرمیمنت و مبارک. اگرچه ما همیشه گفتیم که از پیش من خسته شب و روز گم است، هر لحظه با درد و آه جانسوز گم است. عمریست که از سال و ماه و هفته ما عید رمضان و جشن نوروز گم است. ولیکن این گم بودن ها با دیدار هموطن ما، با محبت و صمیمیتی که از هموطن های گرانقدر خود در دیار غربت میبینم، که دیدار هر یکشان که به می ترتیب اگر در سرودی دیگه خود اشاره به او رساندیم که ای دیدن روی تو وطن دار مرا عید، صد بار اگر بینمت هر بار مرا عید. دلشاد کند شادی هر غمزده ام شاد، در ره گذر کوچه و بازار مرا عید. گلهای جهان فرش رهت باد وطن دار، دوری تو از هر غم و آزار مرا عید. صد وای اگر عید به غم هم قدم آید، بر دیده زند نشتر صد خار مرا عید. بناهن دیدار هر هموطن ما و محبت و صمیمیتی که در دیار غربت از هموطن خود میبینم و به یاد هموطنهای عزیز خود، که اونها را بفهمم که چقدر به دلشادی و کوچه های زندگی روزگارشان سازش میافه، مایه مسرت ما، و الان قدری که به غم و اندوه مصاب باشند، به محد ما به غم آغشته میشم. ولو عید هم باشه، از دیدار او رید ما صد نشتر خار بر دیده خواد خوردیم. دیگر به حساب ما آرزومندی عزیز دارم که با محبت تمام، با صلح و صفا، عید بر هم عزیزا و هموطنهای گران قدر ما گذرا باشه و روزگار بگزند امریکا به راه حیات هر یک شما. جالب، عالی، میره بایدین، خواهش میکنم، لطف کردین، خواهش میکنم. محترم عبدالله جان، شما را به کدام نام خطاب کنم راحت تر هستین؟ الکوزه محترم در همون ترتیبه که دوستا مختلف، من دوستای ورزشی دارم، دوستای هنری دارم، دوستای هست که در بخشای تدریس شاگرد بودن و من منعیس معلم با اشان کار داشتیم. از این نگاه در جمع دوستای بسیار صمیمی خود عبدالله باشم، با سادگیش بسیار خوشم میاد که مهربانی میکنن، و در بخش کارهای ورزشی و نقاشی و اینا اکثرا به اسم نوابی اکتفا میکنن، تخلص فامیلی، و در عرصه اندک فعالیتی که در بخش موسیقی دارم، در او عرصه اگر شادکام یاد میکننم به مورد نیست، شما آزادی مطلقتون دارین، چی عبدالله یاد کنین، چی شادکام، چی نوابی، باز هم من در خدمت خواهم. تشکر. چون حالا پس سوالای هنری میکنم،
دوست دارم با شات کانسپت شما را خدمت کنم. هر ترتیبی که باشه شما اختیار کامل کارتان را دارید. لطف کردیم. جناب شات کانسپت شما چند سال است از افغانستان دور هستین؟ در هجرت هستین؟ با کمال تأسف جناب الکوزای صاحب تقریبا 5 سال در پاکستان بودیم. اولا اینکه من اصلا فکری برآمدن از سرزمین و وطن گران قدر خود را هیچ وقت نداشتیم که از او خاک برایم، ولیکن مجبوریت روزگار چنان آمد که باید برآمدیم به سبب سلامتی فامیل، دوستا، عزیزای که همراه ما بودن. به اون نسبت راه بردیم به طرف سرزمین پاکستان و اقامت گزیدیم در پشاور. تقریبا این اقامت مدت 5 سال را در بر گرفت و با وجودی که در اولین روزهای این سفر تقریبا 25 روز بعد به سبب از اینکه ارزیابی صورت گرفته باشه که آیا پس وضع وطن قابلیت از این را داره که ما بر بگردیم، که مدت یک هفته دیگه که بعد از آمدن در کابل ماندیم، دیدیم که وضعیت بسیار خرابتر از او است که شب با فامیل بر بگردیم. دوباره پس رفتیم به پاکستان و مصروف در اولین روز بعدی که به حساب رسیدیم در پاکستان، مصروف کاربار شدیم با دفتر UNO و با کار آغاز شد کارهای در عرصه نقاشی و رسامی. و او هم شاید جالب باشه که به چی ترتیب ما با طرف پذیریش از اونا قرار می گرفتم که دوستای در او عرصه کار می کردن در بخش یکی از داستانهای در خصوص حضرت ملا نصرالدین و دوستای دیگه که به حساب در بخش نقاشی فعالیت داشتن، خواستن که از اونا میخواستن که چهره یکی از کسی رو بکشه که شباهت به حساب ملا نصرالدین داشته باشه و او را به نام ملا نه بلکه به نام لالا نصرالدین ساخته بودن به حساب از اینکه بر نخوره به کسی. ولیکن با کمال تأسف تقریبا می پروسه 2-3 ماه دوام کرده بود و هر کدام شب یک طرح می ریختن پت می آوردن، بازم می دیدن که به حساب نظر به امو گپ امو وقت و زمان که یا با خدا بیامازه به استاد ربانی شباهت می داشت، یا با خدا بیامازه به جناب احمد چالجان مسعود و یا به آقای گلبدین، این طرف پذیرششان قرار نمی گرفت. من که رفتم رئیس دفتر شناخته بود کدام جای دیده بودن در یکی از آهنگایی که من نقاشی می کنم، بناهم تقاضا کردن که من یک پارچه شما رو دیدم، آیا در واقعیت شما در کت رسامی وارد هستین، بلد هستین یا نه؟ من گفتم بلد هستم، میگه خوب است. گفت اینه تو یک معذرت داریم، آیا میشه که یک طرح برای ما بتین؟ من گفتم اگه جازی هستم باشه یک 10 دقیقه مرا وقت بتین. و کاغذ گرفتم، پنسل و پنسل پاک در گوشه دفتر خود جناب رئیس که فعلا در استرالیات تشریف داره، اما نظیر جان روشن یادشان بخیر، دیگه موجه چیشتم یک طرح ملا نصرالدین پیش خود که اولا طرح ای که چی کار بکنه که شباهت به این سه چهره نداشته. بله بله. پیش خود در ذهن تصویر کردم، گوشه های پکه پکه، بینیسان قیی، چشمای تنگ تنگ، ریشتار تا امی سکیچه به سو وقت کشیدم، یک کلاه پوپکی هم در سرش گذاشتم که امو مسخره ها در یکان سرکس و اینا که بازی میکردن، امی برشان پیشکش کردم که کمی دید از چهرهشان فهمیدم که فکر میکنم کار بد مامد دیگه. گفت فقط 20-25 دقیقه برای من وقت بتین و بیش خود نمیشه باش. خب اینا رفتن تا دفتر مرکزی، فاصله زیاد نداشتن. خب رفتن، پس که آمد گفت نوابی سه اوکی، کل گپا اوکی شد بمی یک کار چی؟ یعنی کار 3 ماهی اونا را شما در 10 دقیقه انجام دادید؟ فقط ما امو قدرت تفکر و سنجشی که چی باید بکنه که آدم به این سه چهره معزز و حساب شباهت پیدا نکنه. بناهن من امو
توانمندی را در خود فکر میکنم در امون لحظه زیادتر قوت پیدا کرد و دست من را امی جناب رئیس نظیر جان روشن گرفت بردم در منزل بالا دفتر هنری بود که تعداد خطاط های عزیز و نقاش های محترم حضور داشتن اموجد من را دفتن معرفی کردن که بیادر این امی بزرگ تو نیش سفید تان هست امی را منعیس آمر امی دفتر دیگر کار ما در اوجه در این بخش نقاشی به می ترتیب راه یافتیم و به حساب بعد از اون مدت 5 سال با امی کار نقاشی تقریبا 2.5 سال با دفتر UNO بعد از اون امرای دفتر مادیرا در بخش پوستر سازی و بعد در امرای بی بی سی در ساختن مجله نوی کور و نوی جوان مصروف شدیم که در هر ماه تقریبا 61 تابلو برای مجله خانه نو زندگی نو تصویر می شد که بزرگای محترم یادم است که جناب دکتر صاحب اسدالله خان عبیب که خداوند شفای کامل نصیبشان بگرداند که در شب و روز صحتشان خوب نیست اینا و باجوری صاحبشان استاد قمر بن خان چشتی در بخش خطاطی اونا کار میکردن در بخش نقاشیش ما بودم امی فعالیت شما تقریبا 5 سال دوام کرد که ما خدمات ارزنده هم در مدتی که در پاکستان بودین پس انجام دادین کارهای بسیار برازنده خوشبختانه یعنی امی کار به خصوص بی بی سی در هر ماه با تعداد 10,000 جلد مجله رایگان برای هموطنان عزیز ما رنگ چاپ می شد و اثر ملا نصرالدین که شما در اون وقت کشیده بودین بله بازم هنوز هم در اختیار دارین کاپیشه یا صد درصد به حساب امو کتاب ها اصلا در از طریق دفتر UNO در روی کتاب در روی تکه پرینت می شد یعنی او برای بخش تعلیم تربیه بود یعنی هر کتاب برای مدت 3 سال باید از او استفاده صورت می گیره بسیار مقبول به خط و صحافت خیاطا بود می دوستن و ما در بخش آرت چی می کردیم با کسای دیگه بودن که با رنگ پرینت می کردن همون چیزی را که خطاطای معزز خطاطی می کردن ما هم نقاشی و بازی کدام رنگا پرینت می شده باز روی کتاب تکایی به دسترس شاگردای مکاتب قرار می گرفت و این برای مدت 3 سال از کتاب ها استفاده می گرفتن و این کارهایی بود که ما در مدت بودن ما در پاکستان بسیار عالی محترم عبدالله جان مدتی که شما از افغانستان دور هستین و به هجرت زندگی میکنین هجرت چی ها را از شما گرفت و چی به شما داد ای که چی ها را از ما گرفت بودن در وطن خودش یک داشته است وطن چیزی است که مثل مادر انسان از مادر خود اگر جدا میشه اما قدر داور است که از وطن جدا میشه بناهن دوری از وطن برای من مالامال از اندوه و آلام و غصه دائمی بوده که تا هنوز و غصه را بدبختانه در دیار غربت دارم و ای آرامشی که در ایجه برای ما میسر است ای آرامش به این صورت او غم و اندوه اموطن مرا فارغ از اون نمی سازد از اون نگاه ما همواره در لابلای آهنگ های خود در لابلای اشعار خود در کارهای هنری خود کوشش کردیم که به نوعی از انها و کارها را به حساب انعکاس ببخشم و این مبین امو محبت است که ما از وطن خود و از وطن دارای عزیز خود دریافته بودم که در دیار غربت به استثناء او تعداد هموطنان عزیز ما که در دیار غربت شریک بی وطنی ما است از دیدن از اونا لذت میبرم ولی که هیچ وقت ما از یاد وطندار و وطن خود فارغ نیستم بناهن وطن از پیش ما گرفته شده و بی وطنی زجر بسیار بزرگ است و این درد همیشه ما از لابلای هاهنگا و اشعارتان احساس کردیم کوشش کردیم که به نوعی واقعا همیشه هی در آهنگا و اشعار شما دیده شده و شنیده شده لطف میکنیم تشکر خانم
محترم آقای نوابی، اگر شما هنرمند و یا استاد نمی بودین، بله، چی کاری در زندگی انتخاب می کردین؟ الکوزش صاحب محترم، اگر من استاد نمی بودم، بسیار ترجیح می دادم شاگرد خوب باشم و بهتر بیاموزم تا پای که زندگی در کام حیاتم است تا آخرین لحظه حیات خود من نیز شاگرد کوشش میکردم که در خدمت هموطن خود باشم و برای وطن خود خدمت بکنم و ای نه من نیز استاد بلکه من نیز یک شاگرد. پس شما این موضوع انوزم در ذهن دارین که انوزم باید بیاموزین؟ صد درصد صد درصد تا گور دانش بجور. ما به حساب انوز بسیار عقب مانده و پس مانده هستیم در راه کسب علم و دانش و فرهنگ، که هر قدر که در این بحر به حساب شناور شویم، انوز هم آخر این منزل به حساب دور است. بسیار عالی. محترم عبدالله جان، اگر لطف کنین بگوین با کدام آهنگتان بله شهرت پیدا کردین؟ کدام آهنگی بود اولین آهنگی که واقعا شما را به شهرت رساند؟ کدام آهنگ است؟ بله. و ضمناً اگر لطف کنین، آیا کمپوزهای دیگرها هم در آهنگایتان خواندین؟ خدمت به عرض برسانم خدمت شما، خدمت همه بیننده های عزیز و گرامی. من خودم در عرصه موسیقی فقط دلبسته هستم، علاقمند موسیقی بودیم از دوران کودکی یادم میاد، از خردی یادم میاد، از دورانی که در مکتب بودیم همیشه با آهنگ های فرمایشی ایندی گوش فرا می دادم و میخواستم بشنوم و خانه ها امو شنیدن ها به اثر نیست در کارهای امروزی ما هم، و بناهن امو دلبستگی های ما در بخش موسیقی وادار من را به این ساخت که تا زمانی که فاکولته را به حساب پاس نکرده بودم، به خود جرأت اجرا کردن آهنگی را در رادیو بر خود نتون. ولیکن زمانی که سند فراغت از فاکولته ادبیات رشته دردیش حاصل کردم، بعد از او با یک کمی جرأت از این را حاصل کردم هم چنان که آهنگی را میتونم، چون توانمندی همی گپ ها را در خود میدیدم و درو بردم به طرف رادیو آهنگ های را، آهنگ دوم و سیومه. خب امو نظر به آهنگ اولین آهنگ ما انکات شما در لابلای کسایی که طریق رادیو و آهنگ شنیده بودن، انکات شما بسیار خوبی دریافتم که طرف توجه شنونده های همون وقت و زمان بودن، که یک اسم نو به نام شادکام از طریق رادیو پخش شد، ولیکن کس نمی فهمید کی است کی نیست بر ترتیب. ولیکن آهنگی که زیاد یاری رسان مرا در شناخت ما در بین هنرمنده های معزیز و گرامی در بین جامعه هنردوست کشور، آهنگی بود که تصنیف و کمپوزش از کارهای خودم بود که ای دل دیوانه، یکی از آهنگایی است که خودم هم بسیار دوست دارم. لطف میکنین. خوشبختانه این آهنگ تونست که چون در وقت تلویزیون نبود، یعنی از طریق رادیو بار این آهنگ در یک روز نشر میشد و همین سبب از این بود که مردم بفهمه که شادکام کی است. خب استثناء نگر دوستای بسیار نزدیک و رفیقای ورزشکار ما، یا ایست که یک امسادی با هم دیگر که میشیدیم، اونا از خصوصیات زندگی ما آشنایی داشتن و میفهمیدن که چادکام یعنی عبدالله نوابی. ولی کسای دیگه بودن که با این آشنایی و معرفت به این گونه چی نبود، تا زمانی که تلویزیون تأسیس شد و اولین شبه که یادم هست، در اولین شب افتتاح تلویزیون بعد از گپ و صحبت ها و سخنات، در جمع دو سه چهار آهنگ که نشر شد، این آهنگ ایدل بسیار عالی آهنگ بود که طرف توجه مردم شد و چهره مرا به صاف شناختان و
و کسایی که هیچ انتظار نداشتن که عبدالله نوابی یا نشاطکام به شمول خدا بیامرزه احمد جزایر جان که این آهنگ را در مو آلتی که به سبب طریق رادیو شنیده بود، چون احمد جزایر مرحوم مرا در جمع فعالین ورزش لیسیا بی بی بودم مرا به نام عبدالله مشناخت، اما از شادکام دفتر یک نام دیگه تازه بود که کسی دیگر یا آهنگ اجرا میکرد. تا بالاخره امروز شبی که در تلویزیون نشر شد، دو روز سه روز بعدش در دالیز رادیو با احمد زایر مرحوم به صاحب سر خوردیم، از این دور بغل واز کرد که عبدالله مرا یا آهنگ خود دیوانه ساخته، من اگر اجادیت باشم یا آهنگ میخونم. اتفاقا میخواستم سوال کنم که یا آهنگ شما را احمد ظاهرم خوانده؟ بله بله، یعنی در کنسرت های خود اجرا کرده به بسیار محبت و در خواندن بزم محفل ها و محافل خود همیشه یا آهنگ طرف توجهش قرار داشته. وقتی که این لطف را به حساب چکرد با همون محبتی که بغل کشی کردیم، تصادف نبود که نشده بود که ما در طول مدت ببینیم. بله. دیگه بناهم محبتشان شامل حال و بعد از این بغل کشی خلاص گفتی آهنگت مرا دیوانم اجازه باشم ایره میخوانم. من در دلیم در امو لحظه گشت که اگه من بخوایم یا نخوایم خودت که بخوایی بخوایی میخوانی، مثل که بسیاری کسا را خواندم با تایید امی سخن که میگن که احمد ولی جان با مرحوم نای نواز آقا آهنگ را مصروف مشق و تمرینش بودن و در اوجه احمد زایر آقا از بیرون آمدن دیده که دو نفر مصروف هست و در چی خود چی نکدن، نخواست که مزایم شد، گفت خب شما در کارتن مصروف باشید دیگه من همین کتاب ها را میبینم. از یک طرف فکرش طرف آهنگ بوده خوب صحیح با دقت و از طرف دیگه کتاب ها گرفته، خب یه ورق و یه ورق یه ورق، خب یعنی یادداشت میکنم از روی کتاب یا شعر که احمد ولی آقا میخواند ای امی شعر یاد داشت کرده میرفت و یک بیت دو بیت سه بیت اینا دیگه به مشق و تمرین خود ادامه میدادن تا ای که خب گفتن که شما دیگه مصروف کارتان است من مزاحم نمیشم. رفتم مستقیما از جایی که آمده به استاد ننگیالی مرحوم، استاد اسماعیل خان اعظمی مرحوم، استاد آرمان صاحب و جازمن نواز یا طبل نواز هم هر کسی شاید عبدالله جان اعتمادی زنگ زده که بچه ها بیاییم جالب احمد ولی آقا در مشق و تمرین کار خود کینا وقت باشیف سب میشه احمد ظاهر آقا آمده سب کده و همون قدر توانمندی هم داشته که شوان به دست نشر یا آهنگ سپرده و چی میده بیادر احمد و بیادر مخواهی مشق بیگده در مشق یادم اخ ثبت کردم اینا دل دان که میخوره پس خاطری خوبی از احمد ظاهرم شما دیگه به اون سبب ما امی مسئله برای ما چی شد که ما اگه بگویم نیام میخوانی دیگه بهترم بود. ما گفتم که بادارم یه خود یک آهنگ صدقه سرت انشالله، من کوشش از این خود کردم که چیزای دیگه هم داشته باشم بازم در اختیارتم بگذارم. پس یک آهنگ شما بر احمد ظاهر در حقیقت دادیم؟ ما یعنی سه روز بعد یا چهار روز بعدش همین حادثه ناگواری که نباید اتفاق میفتاد که افتاد و بدبختانه فرصت ثبت رسمی او آهنگ را نکردم، ولی که در کنسرت ها و محافل خود در کنسرت ها وجود داره که این آهنگ اجرا کردن و طرف علاقهشان قرار داشت. بله. استعدادتان از اول قابل قد بود در کمپوز. بله. چون آهنگ اول دوم خود شما کمپوز کردید. بله. وقتی شما خودتان کمپوز آهنگ از ابتدا خواندین. بله. بله. آیا کمپوزهای دیگه هنرمندارم شما خواندین؟ به این ترتیب چون گپ ما یک ذره به درازا کشانده شد، خوشبختانه مردم اول هم کارهای خود با تقریبا 4-5-6 آهنگی را که در اول ثبت کردم از کارهای خود ما بود و بخاطر دارم که از طریق دیپارتمنت موسیقی همون وقت که خدا بیامرزه محترم مسعود جمال صاحب در رأس ارکستر قرار داشت، استاد مرحوم ننگیالی صاحب در بخش ترومپت، استاد نالا صاحب در بخش فلوت و
خدا زنده داشته باشد، تیمور شاه جان صدوزی در بخش طبله. تیمور شاه جان صدوزی که فعلا دالمان است، برادر خوشحال جان، اینا در بخش طبله در امو دیپارتمنت موسیقی همکاری داشتن و محترم عبدالله جان اعتمادی در بخش جاز و نوازی به حساب همکاری داشتن با امو ارکستر و به این ترتیب ثبت آهنگای اولیه تقریبا 5-6 هفته آهنگ از امو طریق چه شده. ولیکن در ضمن دوست بسیار عزیز و گرامی من جناب محترم آقای غلامعلی حیدر که با اسم مستعار نیساز فعالیت های کمپوزیشان به حساب رادیو ادامه داشته و ما سخت دلبسته کارهایشان بودیم. تقریبا 3 پارچه از کارهای اونا هم با بسیار محبت به حساب از اینکه تنوع در کارهای ما به وجود آمده باشه با اخلاص و محبت تقریبا 3 پارچه محترم نیساز صاحب که از جمع بهترین کمپوزیتورای وقت و زمان بودن و حالا خداوند طول عمر نصیبشان بگردن در هالند تشریف دارن و آهنگایی که از آنجلی بنرجی شنونده های عزیز ما به یاد داشته باشن ای دزل آراما از جمع از مو آهنگ هست ویران مکن آشیانه دل اینا از جمع آهنگایی است که از ساخت های محترم نیساز صاحب است و آهنگ های بسیار ناب و جالب دیگه هم از این هنرمند در آرشیف رادیو است که ما هم فقط اما 3 آهنگ از اونا را ما در جمع آهنگ ها تقریبا شاید در حدود 120-130 آهنگ تصنیف هایش است کیست؟ ما بدون تعصب در هر شاعری که خوشبختانه ما امو احساس خدا در بیافم بفهم مفهوم چیزی را که ما باید برای شنونده خود انتقال بدم اولا فهمیدن خودم برای من مهم است که من بفهمم. ما بسیاری دوستا را میشناسیم که با بزرگوار بودن حضرت بیدل، حضرت مولانا، حضرت سعدی اشعاری از اونا را خواندم ولی که آدم میفهمه که معنا و مفهوم شعر را نمیفهمه برای که به خاطر احساس کم تره. احساس کم وقتی مفهوم شعر نفهمی با احساس طور انتقال دادن نمیتونی و در تلفظ و حتی به خاطر دارم که با یک کسره و فتحه مفهوم خاصتا در اشعار حضرت بیدل که میبینیم به زمین آسمان تفاوت در مفهومش میاد دیگه. بنابراین ما هر شاعر عزیز و گرامیه که چی متأخر باشه چی متقدم از اشعارشان با درک احساس خود و احساس از اونا و احساس خود در لابلای اشعاری از اونا بیافم از او استفاده میکنم و از این استفاده کرده ها با محبت و اخلاص تمام این آهنگ ها را به اختیار دیگه هنرمندان گرامی گذاشته ایم همواره و میگذارم و کوشش میکنم تا آخرین ساعتی که این آهنگ به ثبت بره کوشش ایره میکنم که دقیق باید تلفظ کنم اشتباه در کار تلفظی از اونا صورت نگیره و تذیره که من دل میخواه که برشان دادیم با محبت بوری با مشکلش اجرا کنم. به این سابق کشون شما هم شاعر هستین خوشبختانه هم نویسنده هستین خواهش میکنم هم استاد ادبیات بودین خواهش میکنم هنرمند هم هستین آوازخوان هم هستین. پس کسانی که به خصوص نسل جوان بله. آواز میخوانن اگر اشتباه در تلفظ اینا میکنن حتما شما سراسیمه و ناراحت میشی. این سراسیمگی به حساب نه تنها برای من بلکه برای هر شنونده عزیزی که با دقت آهنگ را میشنود به خصوص چون شما شاعر و نویسنده هم هستید هر شنونده به حساب میگه که بیننده عقل 40 وزیر داره بله به اون سبب هر شنونده هم امی صلاحیت را داره وقتی که میبینه که چی میخوانه آیا ارزش شنود داره یا نداره وقتی که اونا این جوانای امروز بدبختانه تعداد کسایی هستن که شعر
میخوانن ولی که نمیفهمن که چی بگویم. مفهوم شعره، مفهوم و معنای شعره. به طور مثال به صاحب آمد گپ میشه فرض میکنیم، میگن که مدمی وقتا شنیدیم که الا شاکوکو جان به فسفس میبرمه، به پیش بچای مفلس میبرمه. برادر گل، تو که شاکوکو جان پیش بچای مفلس میبری، به چی کار میبری؟ بچای مفلس امرای شاکوکو جان چی ارتباط داره؟ کار تو، وظیفه تو در اینجا چی میشه؟ تو که قنفمی که وظیفه تو در برابر بچای مفلس و با دفعه دیگهش میگه به پیش بچای کاکا میبرمه، بچای کاکا کسی شاکوکو جان چی میکنه؟ تو کار چی هست؟ وقتی که اینقدر نفهمی و مردم برش چک چک کنه، بسیار شرم است برای مو شنمندام و شرم است برای مو نرمندام که چیزی رو که میخونه نفهمه و نفسش فکر از دیره نکنه که من چیزی رو که میخونه چی مفهوم، من چقدر شخصیت میده، چقدر به شخصیت میسازه. کاملا این گپ باید آدم متوجه باشه که جملی تا با کمال تحصول باید با آب طلا نوشته شود و ایر همه هنرمندا به خصوص هنرمندای عزیز تازه خان که در خارج از افغانستان هستند و به زبان فارسی درست بلدیت ندارن، باید پیش شما مثل شما و اساتید دیگه حداقل زانو بزنن، شعر درک کنن، معنی شعر بفهمن، بعدن آواز خود ثبت رادیو و تلویزیون. موضوع بسیار مهم است. پس یکی از ارکان عمده یک آهنگ، یک پارچه که خوانده میشه، رکن اساسیش یکیش شعر است. شعری که به حساب مبتذل باشد، او آهنگ خدشه‌دار میسازد، او آهنگ قابل شنود نمیسازد و او آهنگ کیفیت خود روز تا روز از دست میده. هر زمانی که ما چرا فهم میکنیم آهنگ های گذشته آله که میبینیم از طریق فیسبوک و اینا، آهنگ های سابقه افغانی که به دست پخش صورت میگیره، علتش دیگه چی نیست، علتش امی است که اونها همه هر آهنگ از طریق یک کمیسیون ارزیابی صورت میگیره سر هر آهنگ و چهار پنج نفری بود که در بخش سر، در بخش تال، در بخش کمپوز، در بخش شعر، تلفظ شعر چه قسم درست تلفظ شده، نه به سبب یک واو اضافی شعر میگشت، آهنگ میگشت. یک روز دیگه باید اون نرمم نیامد با دقت او را ثبت میکرد، با او دقت وقتی که ثبت میشد اون هموست که سبب ماندگار بودن آهنگ میشه که تا امروز روز همگی با علاقه مندی از بزرگای موسیقی گرفته تا کوچک هایی که به حساب جوان ها بودن و آهنگ های با محبت اجرا میکردن طرف توجه قرار داشته بود، تا هنوزم از اونا مردم لذت میبرن. شما سوال دیگه مرام زمین صحبتتان جواب دادین. سوال می بود که آیا آهنگ های قدیم چرا ماندگار است و آهنگ های جدید که میخوانن بار دوم چرا قابلیت شنیدن ندارن، ولی شما جوابش رو برام. علتش اینمی هست، واقعا علتش همی هست که فرض میکنیم وقتی که آدم دقت نظر در خصوص شعر نداشته باشد، در خصوصیت زیبایی های گردش در گلون، زنگه ها، گمک ها، آلاب ها، کلش شعر به طور مثال ما شنیدیم در داخل کابل در دمی یک مینی بس کابل جان در گرفت دودش برآمد، الله جان میده میده، کابل جان در گرفت دودش بر آمد، الله جان میده میده، باد واه واه دیگه هم چک چک کرده میده. و هیچ ربطی هم شعر به هم دیگه شعر از گریه گپ میزنه، کابل جان در گرفت اما چک چک و رقص میدان جریان داره. نه چنمندش با کمال تأسف به این موضوع توجه داره و نه خود خواننده. بسیار عالی. این حسابی است که باید خواندن. یک بار دیگه باز یک اشاره دیگه به حساب از اینکه گفتن هنرمندی را گفتن که روز مادر است، اگر لطف کنی بیای کنسرت است، همین یک آهنگ در می اول اجرا کنی که به سبب روز مادر همین چیشه و بعد از اون دیگه برنامه در اختیار خود است و گفت خوارک رای نزن، همین آهنگ اول مادر نبرد می یک موزیک چالان شده بیادر کلگی 600 تالار روزا.
دو چشمان سیاه خمار داری مادر من، شنیدم با رقیبان تار داری مادر من. فراموشم مکن تار داری. آه آه فراموشم مکن ای نوری دیده، اگرچه عاشقای بسیار داری مادر من. واه واه کل تالار را خندد و اونرمندم نمیفهم که خنده شده است. و تعداد شنونده ها مثلا توجه به این شعر نداره اصلا؟ توجه به کسایی که در محفل بود، محفل روز مادر بود و اونا دعوت کرد، تقاضا کردن یک آهنگ مادر بخواه و این بیادر ما میخوانه که بیادر دو چشمان سیاه خمار داری مادر من، شنیدم با رقیبان تار داری مادر من. صحبت های شما را واقعا باها به طلا باید خواهش برش ما و این هنرمندای تازه واقعا باید این مصاحبه شما را، این گفتار شما را باید به عنوان یک استاد موسیقی، شاعر، موسیقیدان باید واقعا این را بشنون تا سرمشق زندگی و هنری خود. جناب الکوزی چه بد لطف مهربانی شما، من سپاس میکنم، ولیکن من ای که منایس استاد شما لطف کردین، من باور به این داشته باشین که من در جمع شاگردهای موسیقی هم نمیارم. خب توانمندی در کار خود دارم، ولی که این توانمندی ها به اساس پشتکار، تتبع و تلاش شخصی خود ما بوده. بدبختانه من بسیار آرزوی از این را داشتم که و همیالم دارم که هر زمان فرصت فراگیری هرچی بیشتر کارهای هنری، نه تنها در عرصه های مختلف که من را بتانه به حساب روشنتر بسازه در کارم. من زانو خود زدم و به می سن و سالی که هنوزم جوان هستم، هنوز بسیار جوان هستم، ولیکن آرزوی از ایر دارم تا جایی که من میشناستم قلب بسیار جوان دارم. به فضل الهی دیگه به اون نسبت کوشش از ایر دارم که بیاموزم، اما لطف شمایی که من نیست استاد نه، من به این صورت بسیار رنج میبرم که مرا کسی در عرصه موسیقی استاد بگویم. ما معلم بودیم 14 سال در لیسه عالی حبیبیه، یعنی امو حد نسبی 7000 شاگرد به شمول جناب کرزای صاحب و به می ترتیب کسای دیگه که هر کدامشون به مقام های بالای زندگی رسیدن، قابل افتخار کار کردیم و اونا را تدریس کردیم. منیس معلم، منیس یک برادر بزرگتر از اونا که شاید 4 سال 5 سال از اون لیسه فارغ شده بودن، ولیکن به اون سبب اگر استاد میگن فقط علتش همو معلم بودن کار است. ولیکن باز هم عرض میرسانم که من شاگرد هستم، بسیار کوچکتر از اون که مرا کسی استاد بگوید. این هم بزرگی در بخش است. در بخش موسیقی این هم بزرگی تارم. خواهش میکنم. بجا نیست اگر مطرح کنم استاد، نظرتان در مورد آوازخوانا چیست اگر اشعار شعرای داخل کشور ما را به خوانش بگیرند به جای شعرای خارج از کشور؟ نظرتان در این مورد چیست؟ تعصب، من شخصا خودم تعصب ندارم، اگر جوانای ما این توانمندی را داشته باشند که اشعار از شعرهای عزیزی کشور خود ما باشه، زی سعادتشان که از یک طرف نام شاعر وطن ما بر سر زبان ها مفتد نظر به کار مبارکشان، و از طرف دیگر به حساب یک اموطن ماست و ای اقصر ما دارن به نیس عزیزی که ما دستن در کار هنری هستیم، چی بهتر که از آثار از اونا در ساختن کارهای خود استفاده کنیم. و تعصب این هم ندارم که از شعرهای غیر افغان ما بهتر است، که مثل که شعرهای بسیار گرانقدر کشور همسایه و برادر ما ایران، اکثریت هنرمندای وقت و متقدم و متأخر ما از اشعار از اونا سود بردن و لذت بردن، برای شنونده های خود لذت بخشیدن. فرض میکنیم از جمع حضرت حافظ، حضرت سعدی، حضرت خدا بیامرز رهی معیری که سیمین جان بهبهانی و به ترتیب فروغ فرخزاد و امثال اینها، اشعار نابشان
سود بردن و هنرمندهای عزیز ما صاحب شهرت شدن و خانه‌ها شنونده ها و بیننده های عزیزم از او آهنگ ها خاطراتی دارن و من شخصا تعصب سر از این مسئله ندارم. هر آن هنرمند عزیزی که میفهمه که احساس خود در اینمی شعر من میتونم پیاده کنم در لابلای ساختن آهنگ خود، خوب است که او شعر انتخاب کنه و روان شعر بفهمه. روان شعر بفهمه که شعر به کدام روان است. روانش تراژید است، روانش آرام است و یا شاد است. با در نظر داشته امو روان کمپوز خود را عیار بسازه. اگر شعر شاد است کمپوز شاد باشه، تال شاد برش انتخاب شود. نه ای که فرض میگه روان شعر شاد کمپوز تراژید تا لام با این ترتیب یک سازشی که نداشته باشه او آهنگ طرف توجه قرار نمیگیره. وقتی سازش بین یک کمپوز و صاحب شعر پذیرش پیدا میکنه که با هم مرج کنه از نگاه ساختار روانی داخل شعر و داخل کمپوز با مقام و تال همه گپا، سبب از این میشه که چوکات یک آهنگ بسته شود و طرف قبول و پذیرش شنونده ها قرار بگیره. جناب محترم نوابی صاحب، من چند فیلم افغانی رو دیدم. بله. خوشبختانه چند آهنگ در فیلم‌های افغانی هم شما خواندین فکر میکنم. الکوزایت با کمال محبت و خوشی خدمت شما و خدمت همه بیننده های عزیز و قدر که به صاحب صدای ما رو میشنون. من به صاحب دایرکترهای بسیار معزوز گرامیه که انجینیر صاحب لطیف بودن، وایز جان نظری بودن، سید جان ورگزای بودن، اینها زیادتر فیلم در افغانستان اکثر نمینا می ساختن. وقتی که نیاز پیدا می شد در ساختار یک آهنگ که باید بر فیلم اجرا شود، تا که این سه نفر ای دایرکترهای محترم پشت کمپوزیتور جدا برند، پشت شاعر جدا برند، پشت آوازخوان جدا برند، دیگه می دیدن که والا بیا بیادر اینمی نقد تیار اینمی بیادر ما بدرد ما جاد کمپوز، ام موسیقی ام و ام شعر. اما اگر به اون سبب من کوشش خودم می کردم که با امو اخلاص و محبت در خدمت شما خدا قرار بتم که از جمع امو کارها آثار برای فیلم ها اجرا کردیم، چی در بخش موزیک متن، چی در بخش خواندن آهنگ فیلم، مثل که فرض میکنم پرنده های مهاجر، بسویلانه، خاکستر، سکوت، اشک و لبخند، فرار، فرض میکنم مردها را قول است، نقطه نیرنگی ای و فیلم گمراه و احساس که فیلم‌های بسیار ناب و خوبه شما همیشه هم خواهد. خوشبختانه امی فیلم‌ها را من برش آهنگ ساختیم، موزیک فیلم‌هایی است که واقعا و آهنگ‌های اجرا کردیم که نظر به امو شرایطی که چقدر گنجایش داشتن آهنگ را داره، من با اخلاص کار خود انجام دادیم. ولی که خب اتو آهنگ را من بخاطر دارم در امی فیلم‌ها که در ظرف سه روز برای ما وقت دادن که فرم میکنم آهنگ های برای فیلم گمراه و احساس که در استرالیا توسط محترم وای جان نظری شوتینگ و دایرکتش از نظر از نا گذاشته، ولیکن سه روز به ختم فیلم مانده بود، برای ما از استرالیا زنگ زدن که والا یک دسته آهنگ این بینی خصوصیت کار است، امکان داره. یعنی باور کنیم از اون ساعتی که خبر برای من رسید من دست به کار شدم، شعرش نوشته کردم. خب شعرش هم فورا نوشته کردیم. دل از تو با دلم یاری نموشد چی کنم، مثل از این آهنگ قسمی ساختم که یک بخشش ازارگی، هیچ آهنگی را نشنیده باشه که ازارگی با پشتو مت شود. و در این فیلم من در این آهنگ با ابتکار خود بخش انتریش پشتو ساختم، بخش انتری دیگه فارسی ساختن که بازو بخش فارسیش زوراجان انگامل لطف کردن در او فیلم اجرا کردن و بخش فارسی و زوراجیش ما خودم که من در. ولیکن معلوم میشه که منفیش های معزیزی که در او فیلم بازی کردن زیاد کت آهنگ خود آشنا نساختن با شعر
وارد نیستن، هنوز شعر به حافظه نسپردن چون سه روز وقت داشتن، سه روز بسیار کم بود، کم بودن. و شاید هم تا که رسیده دو یک روز مانده باشه یا چی، و اونا که لبسین کردن اینا یک کمی کاستی ها در کارشان می باشه، ولی در جمع کارهای هنری هست که صورت گرفته. خوشبختانه من اکثریت این فیلم ها را قابل افتخار هستیم، قابل افتخار هستیم. یاد کردیم که شما آهنگ ازارگی و پشتو را مکس کردیم. مکس کردم فقط به سبب عادی آیدیاش چی بوده که حداقل اگر در ظاهر این اتحاد وجود نداره، بیا که وحدت زبان را ما بتونم در امی آهنگ بگنجانم، که خوشبختانه در فیلم هم اونا باز میبینید که پیاده شده. و می خاطری رو سوال کردم که یک مکس در این بود که وحدت ملی رو نشان میداد، کاملا وحدت زبانی به وجود بیاید، وحدت ملی را خوازو و آرمانش همیشه بوده که او را خوشبختانه ما در لابلای اشعار خود کوشش کردیم که همیشه این کار شما یک کنیم. آهنگ خواندین، من با حافظه فعلا ندارم، بله، اما او آهنگتان شنیدیم. بله. شما او آهنگ در چهار تال خواندین. آهنگ روی یکی از اشعار برای من این آهنگ واقعا جالب بود. بله. من چون خودم یک شنونده خوب هستم، نه بهترین شنونده هستم، وقتی که من او آهنگ شنیدم، وقت دیدم که موزیک ازی و ساختن کمپوز ازی واقعا در چهار تال برای من بسیار جالب بود. اگر الگوزش محترم خدمت شما، خدمت همه بیننده های عزیز، این فقط یک امو تمانمندی های کاری خود را به حساب به آزمایش گذاشتن است، کار ساده نیست، به حساب که یک غزل هر مصرعش تالش تغییر بخوره. و شما ایرانی و من امی کار را کردم، هنرمند های قبلی امی کار را کرده بودن؟ تا هنوز در افغانستان ما تو یک چیزی نشنفتیم به این حساب که یک غزل باشه. در غیر از او خدا بیامرزد بزرگوار شاولی جان ولی که ترانه‌ساز بودن، آهنگ او بچه او بچه با تو نرخصم چا چا چا، به حساب میبینی که در یک چی هست؟ یک مقام هست، تال، تال تغییر میکنه پس میآید، تغییر میکنه پس میآید، منتها در امون دو تال به حساب. بله. که به حساب میآید باز وادی آخرش پس میکنه دادر است، پس بطن است. اما شما در چهار تال، اما ما در حساب از اینکه چهار تال مختلف فهم میگم شروع شده از شعر از مرحوم قهارجان آسی است که خداوند غریق رحمتش بداره، از جمع نابترین و برازنده ترین شعرهای جوان سرزمین ما بوده که در صد سال اگر یکی پیدا شد و چونین توانمندی را در او ببینه. خوشبختانه همه شعرهای وطن ما برخوردار از این توانمندی ها و قدرت های سرایش هستن، ولی که قهارجان آسی با یک شوی دیگه بود. بسیار با او سبب شعر از جناب قهارجان آسی بود که عاشقی خواهم که دل دریا دریا باشد. میخواستم بگویم مطلع آهنگ که اگر شنونده و بیننده ها ریسرچ کنن به ای آهنگ تانه گوش کنن. آهنگ به نام تلاش، آهنگ به نام تلاش در شعر خود قهارجان آسی به نام ارمان است در مجموعه شیریشان، ولی که من ایره نفر بعدی خواستیم که تلاش کنم که امو ارمان امو خواسته به حساب بتانم برآورده بسازم، و این شعر با قسم از او استفاده کردیم که ابیاتش کاملا بیننده های عزیز فراموش نکنین آهنگ تلاش محترم شادکام صاحب واقعا یک از جمله آهنگ های همه خوبشان هست، بسیار عالی سیر گوش کنین، حتما به دلتان میچسبه. مهربانی میکنم، تشکر دیگه. این فقط امو احساس کمپوزیتور ما الکوزیس بیانه با کار خود اخلاص دارم، همیشه اخلاص داشتیم. این اخلاص ما انشالله از لابلای آهنگایی که ما برای دیگه هنرمندای عزیز کشور دادیم و اکثریت ای آهنگ ها سبب شهرت هنرمندا شده. میشه نام بگیرین از هنرمندایی که شما برشان کمپوز دادیم؟ والا چقدری من به حافظه اگر حافظه یاری کنه، فواد جان رامز بهترین آهنگای مرد خوشبختانه
با محبت و اخلاص اجرا کردن الیاس جان شعنا، محمود الله جان محبوب و جان غزنویر خداوند غریق رحمت بداره، رسول جان ازمرای، رحیم جان مهریار، خانم پرستو، باز بتنایی، رحیم جان مهریار و وی جان صابری، زفر جان شامل، سیما جان ترانه، زهره جان انگامه، پریسا جان مرسل، جواد جان وادیار، سیما جان ترانه. بله بله، سیما جان ترانه را به این ترتیب و هنرمندای داخل تورنتوی ما، خوشبختانه آمچا جان نوری، شریف جان، عمر جان شریف، رامین جان شریف و به این ترتیب تعداد کثیر دیگه هم، همه هنرمندای به خصوص نسل 3-4 دهه را شما بسیار کمپوز دادیم، فقط با اخلاص برشان آهنگ دادیم. یعنی باور کنین که اگر امکانات ثبت در داخل افغانستان، خوشبختانه از طریق خود رادیو تلویزیون آماده میشد، میرفتین آهنگتان را ثبت میکردین، در پهلویی که ثبت میشد براتان یک حق و زمان میداد که بیادر خب آهنگ نو اینا ثبت کردی بر شاعر جدا، ولیکن اینجا قسمی است که با کمال تاسف ساختن یک کلیپ در حدود بالاتر از $2,000 خرج شده باشه، شاید هم مال بیشتر به حساب روز تا روز بالا، بعد از او که فرض میکنیم که آهنگ ها ثبت شد، حتی بعد تلویزیون ها از نشر از آمیر تقاضای از این میکنه بیادر تلویزیون ها که پول بدی تا نشر کنید دیگه. به اون سبب معذل همیست، در غیر از او اگر من کدام جوان را پیدا کنم که اسپانسر ای آهنگ ها شود، من بالاتر از 2600 و بالاتر از او آهنگ آماده برای ثبت دارم که برای ده جوانات یک قسمت بالاتر از شاید در حدود 400 آهنگ خود را در خدمتی از اونا گذاشتیم که اونا اجرا کردن، که بیشترین هنرمندا بالاتر از 20 آهنگ 25 آهنگی را ما برشان دادیم و به اساس همون آهنگ های ما اینا تانستن شهرت پیدا کنن و با اخلاص. ما اگر یک پیشنهاد کنم به اجازه شما، خواهش میکنم. خب سن سالی که شما دارین در این مدت طولانی بسیار زحمت کشیده این 24 سال اونقدر زیاد نیست دیگه، در او خوش شک ندارم، قلبتان شکر از 24 هم بالاتر نیست، جوانتر است. شما به این هنرمندایی که همه کمپوز دادین، شعر دادین یا تصنیف دادین، شما امروز توان از این شاید نداشته باشین، شاید داشته باشین، من نمیفهمم، که 100 یا 200 یا 400 آهنگ دیگه تانه خودتان تصویری بسازین. بله. چی بهتر خواهد بود ایره برای هنرمندای عزیزی که شما کمپوز دادین، تصنیف دادین، زحمت برشان کشیدین، شاید اقو زمه هم ازشان نگرفته باشین؟ ولی بله، الکوزنی چه محترم یک اشاره باید برسانم، یکی ایست که هنرمند را متقاضا میکنه به سبب از اینکه یک کار خوب انجام بدین، انجام بده و آهنگ بر به مو قسمی که دل من میخواید، من صد آهنگ خود را تحفه برای هنرمند به سبب خوب خواندنشان دادیم و خوشبختانه از امو سبب آمد که امی آهنگ ها را امو کسایی را که من انتخاب کردیم جالبترین آهنگ های من امو آهنگ ها بوده که اونا اجرا کردن. یک تعداده اگر در اون صورت من از اونا چیزی به این صورت تقاضای ادیره نمی کنم که بسا آهنگی را که من پیشکش کنم بگویم بعد از خواندن باز من بگویم که والا بیادر امی بعضی امی از کمپوزیتورها هست که تا 5-6 هزار دلار هم پیسه می خواهد. خب هر کس ما اسم مستعار هنری ما شادکام هست، او به مفهوم عزیز است که من به کام دل ما شاد ساختن دیگرها هست. اگر ما امی شاد ساختن دل دیگرها در اسم مستعار ما وجود نمی داشت، من هم شاید از امو قماش مردم می بودم که نیستم. و یک تعداد هنرمندای دیگه اونا تقاضا میکنن، وقتی که اونا تقاضا میکنن من در مقابلشان امی لطف خود را میکنم، اینال کار بعدی از او مربوط خود او هنرمند. حال من امی از هنرمندا تقاضا میکنم، خواهش میکنم که حداقل یک آهنگ شما را اسپانسر شوند برای بقای هنر موسیقی افغانستان
و هاهنگای شما. او کارش به حساب که مربوط میشه به فرد خود هنرمند، ولی که البته این تقاضای شما نبوده، این تقاضای من شما لطف کردین، ولی که من اخلاص خود را در کار خود همیشه کوشش کردیم که برملا بسازم و کمتر هنرمندی شاید باشه که آهنگایی را که من خودم میتونم بخوانم اجرا کنم سبب شهرت ما شد، من او را بتونم بر کس دیگه، ولی که این را من میفهمم که او هنرمند که صاحب شهرت میشه. امروز که آهنگایی که باید میخواندین به اونا دادید، شادکامی که به حساب شادکام شده، مردم محبت نسبت به او تا حدودی دارن، علتش امو اخلاص شادکام است که اونا را به حساب در خدمتشان قرار داشته و از اون نگاه کاری را برشان انجام دادیم و ایره من مای سعادت و افتخار خود میدانم و هر زمانی که اگر چیزی از اونا برای ما حاصل شوه ایره باور داشته باشین که تک تک روپه رو بشه برای شاعرها، هم شاعری که از اشعارشان استفاده کرده باشم برایشان با کمال محبت در پشت دروازیشان خواب رساد. در این که چک ندارم، من مطمئن هستم که شما حق همه را به حقدارش میرسانید. فقط آرزوی من خدمت است، آرزوی من خدمت است، چی برای شاعر، چی برای هنرمند، چی برای علاقمند موسیقی، ایره مای سعادت خود همیشه دانستیم و میدانم. من ایره میفهمم که اتا اشعار دیگه شاعر، اشعار دیگه شاعرها را شما پیشکش به هنرمندا کردین، تحصد نداشتین تنها به شعر خودتان. خواهش میکنم، من امو قسمی که پیشتر گفتم، من این تعصب در عرصه انتخاب شعر وقتی که احساس خود را در لابلای یک شعر بیافم با تمام وجودم من را وادار میسازه که من او را باید از یک چیز روش کار کنم و تا هنوز تانستیم که همین کار را به مو ترتیبی که دلم میخواه انجام بتم. بسیار عالی. با این مصروفیت های هنری که شما دارین، بله، کمپوز میسازین، تصنیف میسازین، شعر میگین، وقتی هم دارین که خودتان موسیقی بشنوین برای خودتان دقل؟ محترم علیکوزای صاحب، ولاد من آن چیزی را که آموختیم از شنیدن آهنگ های دیگرات لذت بردیم و دقت شنیدیم، کیفیت هایی را که در لابلای او آهنگ ها وجود داره با رگ و ریشه وجود خود را احساس کردیم، در ذهن و ضمیر خود را جای دادیم، تا سبب از این شده که من امروز وارا میتونم در لابلای آهنگ های خود پیاده کنم. اگر من چیز خوب نمیشنفتم شاید نمیتونستم امروز کار شایسته برای دیگران انجام بدم. حالی موسیقی نسل جوانه، بله، به خصوص خارج از کشور، بله، چطور ارزیابی میکنیم؟ بعد باید برسانم که خوشبختانه یک تعداد هنرمندای عزیز کشور هستن که با تتبع و تلاش و کوشش فردی در هر محیط و هر سرزمین غربتی که حضور دارن کوشش کردن که بیاموزن و با او توجه و خرج بتن تا ایست که فهمیده گام بردارن. بله، ولی که یک گپ قابل بسیار ارزش ای است که من به خاطر دارم با کمال تأسف وزارت اطلاعات و کلتور وقت یک بار 80% بودجه وزارت را برای دولت پس مسترد کرد. این به چی معنا؟ آیا کاری نبود که تو انجام بدی؟ کدام زمان بود؟ این دوران حضرت کرزی. خب دوران کرزی. بله. آیا کاری وجود نداشت که تو یه 80% بودجه رو پس بدی؟ آیا نمیشد که در عرصه های مختلفی موسیقی، نقاشی، خطاطی، عموم ساعات هنری که مربوط به این وزارت است کورس های را ترتیب میکرد؟ کورس هایی که به حساب امروز ما به تعداد انگشت شمار ما مجربین موسیقی را داریم، تک نوازای داریم که خداوند طول عمر نصیبشان بگردانه که بسن سال بالاتری قرار دارن که سبا روز که نباشن و امو کلک افسوس و حسرت را زیر دندان خواهد شدید.
اما از این توانمندی ها باید استفاده صورت میگرفت. ده ها که نگرفت، ده ها نفر جوان را میتونستین زیر دست هر یکشان با آموزش و داد بسازین، کورسایی را ترتیب یک تعمیر میگرفتین، هر اتاقش بر یک روز یکی در آلات مختلفه موسیقی به حساب شاگرد تربیت میکنین تا امیدی برای آینده موسیقی کشور، نه تنها موسیقی، در بخش نقاشی، در بخش خطاطی به حساب شاگردها علاقمندان زیاد است، مصرف میشد. همین یک تعداد بی‌بضاعت ها و بیچارهایی که به حساب امروز از تنگ دستی نان شب و روز خود ندارن، جناب وزیر محترم 80% بودجه رو پس به دولت میگردن مسترد میکنه. یعنی چی؟ خواسته که صداقت خود نشان بده. این صداقت نیست، این بزرگترین خیانت است که برای عرصه خیانت به پیشرفت کشور. بله 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 بله، این خیانت به پیشرفت هنر و کمال تاسف اینمت یک مسئله دیگه. دو سبب می رد ایجاب میکرد که من باید زیاد آور امی موضوع شوم و این که فرصت برابر شد که با پرسش پر مهر شما به حساب از اون یاد آور شویم که وادار میسد درد است که به حساب درد هموطن ما، درد هنر کشوری ما و درد است که به حساب آینده موسیقی کشور به او وابستگی داره. و ای که جوانای دیگه، یک تعداد جوانا هستن که با کمال تاسف فقط برای ما زنگ میزنن یا عبدو ولا شاتکام سر یک آهنگ قطغنی او جان بیادر، آهنگ قطغنی کمال تال است. تو کوشش کن اول هنرت نشان بدی، اون چی هنر داری؟ آیا ای که من برای تی نیجه درم ماشین چالان کنم به تا با قطغنی رو بچستم ببینی که بیادر جوان ها گرد میشن تو به جای شعر یک دو بزن، دو بزن دشنام بتی ببینیم که کدام کسیشم متوجه میشن. مثل همون شعری که با مادر خانده بود شما به مترتیب ایش کسی متوجه از دو گرد نمیشن. پس ما مسئولیت عزیز داریم که قدم به قدم خود باید سنجیده بگذاریم تا اثر هنری ما که برای نسل بعدی میمانه ماندگار بمانه. بسیار عالی. شعر، کمپوز، تلفظ و زنگه ها، گمک ها، سر ها، تال ها همه جمع میشه تا یک آهنگ قابل پذیرش میسازه و باید که ماندگار شود. در غیر از او جایی را نخواد گرفت. بی ربط نخواد بود چون شما راجع به زنگه ها و تال و وسایل موسیقی یاد کردین. بله. شما یک دوره داور بودین در ستاره افغان اگر به یاد خوشبختانه. بله. باشه. بله. نظرتان در مورد ستاره افغان چیست؟ الکوزای چه سوال بسیار جاندار و صاحب استوار برز باید رساند که ستاره افغان برنامهش از جمع برنامه های بسیار جالب و پربیننده است که با ابتکار تلویزیون طلو، البته این ابتکار جهانی است ولی که تلویزیون طلو توانمندی از این را در خود دید که امی بمی شیوه، بمی زیبایی، بمی کیفیت در بین جوانای افغان هم یک برنامه را زیر نام ستاره افغان پیاده بکنه و خوشبختانه با نهایت زیباییش هم پیاده کردن با امو ایجاباتی که به حساب دیکوریشن و به حساب آماده ساختن موزیک و همه گپا گرداننده. این کار ساده نیست ولیکن میبینیم که با تمام خوباییش این برنامه را برای معرفی کردن استعدادهای جوان کشور راه اندازی کردن و خوشبختانه طی ده ها برنامه سالوار که به حساب یا ترتیب میافهم میبینیم که تعداد زیاد از هنرمندا رشد کردن، معرفی شدن برای اجتماع هنرمندای عزیز و علاقمندای موسیقی و امروز از برکت امو برنامه وزین تلویزیون طلوع است که ما تعداد کثیر جوانای امروز در عرصه موسیقی کدشان معرفی شدیم و مشناسیم اونا را. این یک برنامه دلخواه ما هم بوده همیشه و از و در لابلای او هنرمندایی که از ستاره افغان برآمده قابل عزی هست که هنرمندای آیندهی کشورم خواهد باشد. خانه ها در طول همه قدر مدت ما که میبینیم هر سال در هر دوره امو
تاپترین ها به حساب برگزیده میشه و یک مسئله را ما میخواهیم که در پیوند به این موضوع از شنونده ها، بیننده ها و هموطنهای گرامی خود این خواهش کنم که اگر بدون تعصب، بدون از این که رای برای ای هنرمند ما تاجک است، ای پشتون است، از یک قوم و ای از دیگر قوم، به حساب این مسئله را اگر در نظر نگیریم با همون محبت و اخلاص تمام، ما برای هنر هنرمند، برای آواز هنرمند، برای کیفیت های شیری هنرمند، برای زیبایی های جست و حرکات هنرمند موضوع را در نظر بگیریم، خوبی های کارشان را از نظر نندازیم، به سبب تشویق واقعی اونها ما رای بتیم و رای بفرستیم تا ایست که کسی که شایستگی رسیدن به همچون مقامی را داره اونا به مو کرسی شایسته مقامشان است ارتقا کنند، تکیه کنند و برسند به اون مقام تا عقشان تلف نشه. فقط در خواهش ما از هموطنا همین است که بدون تعصب برای بهترین ها همیشه رای بفرستن. بسیار عالی، نظر بسیار جامع، عالی، تشکر. خواهش میکنم. بیرد نیست اگر در مسئله هنر داریم صحبت میکنیم از موسیقی و اینا، اما تو که میگیم پنج انگشت شما پنج ستاره است، پالویزی که تصنیف میسازین، شعر میگین، استاد بودین و کمپوز میکنین، آهنگ میخوانین و غیره، ورزش میکنین، شما و هنر رسامی هم دارین، یگان دستکاری در رسامی هم میکنین. خوشبختانه به حساب دلبسته هستم. بله. اگر شما لطف کنین بگین چه اثر از رسامی شما در دسترس دارین و یا کدام ابتکاری کردین برای شناختن و یا شناسایی ببینه مردم هنر رسامی شما را؟ خوشبختانه الکوزه سید محترم نمایشگاهی داشتین؟ پلان همچو گپی را داشتیم، دارم. اولین بار ما خدمتتون باز برسانم که ما فاکولته ادبیات به سبب راهیابی به دیپارتمنت هنرهای نقاشی و خطاطی فاکولته ادبیات که در اون بخش دیپارتمنت زیر نام دیپارتمنت هنرها وجود داشت. بله. و ما که فاکولته ادبیات برگزیدم از جمع دیگه فاکولته ها به سبب عظمی که راهیابی ما در دیپارتمنت هنر را باید باشه که در تنها در بخش رسامی نیک مجسمه‌سازی و امثال گپا در اوج بود، ولیکن با کمال تعصب هم بود سالی که ما شامل این فاکولته شدیم این دیپارتمنت از بین، و آخرین سالی که ما از فاکولته ادبیات دوباره فارغ می شدیم جناب استاد بزرگوار استاد امان الله ایدرزاد از ایتالیا تشریف آوردن و اونا یک نمایشگاه نقاشی و مجسمه سازی و اینا را در داخل کتابخانه پانتون کابل راه اندازی کردن که از ما 14 اثر برای اولین بار در امو نمایشگاه 14 اثر نقاشی ما هم جای یافت. و به اون سبب یک سال بعدش دوباره ما وقتی که فارغ شدیم از فاکولته ادبیات، سال بعدش امی دیپارتمنت مجددا احیا شد و یک سال بعدش به فاکولته هنرها تبدیل شد که تا امروز او ادامه داره، ولیکن با کمال تأسف معذور دیپارتمنت و از او فاکولته به حساب سودی برای من نرسید، ولیکن این سبب از این نشد که من توانمندیایی را که در خود می دیدم از او دست بکشم، بلکه با تلاش و کوشش فردی تا حد و حدودی که ذهنم کار میکرد کارهای کردم در اون وقت و عالم تا هنوزم که هنوز است به حساب این فعالیت ها دوام داره که من خوشبختانه نمونه از کارها را به حساب برای جناب قهارجان رؤوفی به اختیارشان گذاشتیم که شاید در لابلای همی گفتار و صحبت سخن ما او را در معرض نمایش
بیننده های گرامی قرار بده. فقط این تتبع فردی و شخصی خود ما بوده. به این حساب شما پیش ایج استاد نقاشی یا رسامی زانو نزده؟ با کمال تأسف امی زمینه برای من مساعد نشد و او وقتی که میخواستم که بود دیپارتمنت کاملا از بین رفت، دیگه بعد از اون من مصروف تحصیلات رشته ادبیات دری شدم و تا زمانی که فارغ شدم از فاکولته ادبیات باز من نیست معلم و بسیار علاقه داشتم که برم دوره عسکری را در دوره تیار تیر کنم که او هم یک دوره بسیار با تجربه زندگی میشد باشد، دوستای خوب آدم میتونست در او زمینه پیدا کنه که نشد. او هم نماندن گفتن که نه، کسایی که از فاکولته ادبیات و ساینس فارغ شدن باید است منیت معلم ایفای وظیفه کنه، که من باز با لیسی عربی رفتم و در وجود قبول شدم منیت معلم و مدت 14 سال صنفای 12 همه لیسی عالی عربی بیاره ادبیات دردی، یکی از مکاتب بسیار عالی کشور. خوشبختانه از اون لیسه فارغ شده بودم و دوباره از اون لیسه معلم شده. محترم نوابیس، من به یاد دارم یک رسامی شما اگر اشتباه نکنم به نام گوشواره بود. درست است؟ بله. اگر کوتاه در مورد گوشواره بگوییم. گوشواره به حساب یکی از رسمای بود که ما در امون نمایشگاه به نمایش گذاشته بود. بله. جمع 14 اثر یکی هم همی گوشواره بود. و بعد دو سه باری که متوجه شدم، خب یکان ساعتی که بعد از درس و اینا که میشد میرفتیم در اون کتابخانه باش کرد مردم میبینن نمیبینن قابل توجه است. یکی از دوستا، یکی از هموطنا را به حساب میدیدم که همین هر روز که میامد فقط از این زینک بالا میشد، یعنی پیش روی نمی رسم استاد میشد، پیش همی رسم گوشواره، رسم. این یک چهره ای گوشواره خانم بود آقا یک بود خانم بود؟ خانم بود. ای امو خانمه که به حسابتو نیست که حال شما گپ به طرف های کج نبره. نه منظور که گوشواره است حتما خانمی گوشواره رندم. گوشواره به حساب گوشواره که جلب توجه میکرد. بله. یک خانم در این تصویر بگراند تاریک، چشمای بسیار براق گفتی مردم درخشنده و چهره بسیار گرم. و این آقا هر روز که می آمدن به حساب می تصویر می دیدن و بسیار طرف توجهشان و دارین اتمن و این تصویر ها رتمن و از داشتنش گپ می زنید که من او را آوردم که خود تا کانادا رساندم و به حساب از این که از چوکات کشیده باشم یک شام ایره گرفتم، یک کمک صاف کردم و یک بام جایش بازم دستکاری کردم صفا، گفتم برای که خوش شوه ایره در برنده ماندم، شوام یاد برد صبح که خیستم صف شمالی را زده بود بردن در زیر برف در زیر چی دیگه اونمو گوشواره کته خانمش یک جای زیر برف رسم شام نداری؟ رسم بساب در پشت مجله جواندون وقت هم از امو رسم استفاده کردن و او رسم چاپ کردن در امو وقت و زمان که اونمو پشتی مجله جواندونش پیش من تا هنوز است، ولی رسم اصلیش با کمال تأسف بسیار چی شد. محترم نوابیس، تا حال اسم فامیلی شما را نوابی و بله. محترم عبدالله جان بله. یاد می کردم. حالا برمی گردیم به خانواده نی شادکام صاحب یاد می کردم. بله. چون مسئله هنری بود و اسم هنری شما به نام شادکام. بله. حالا برمیگردیم کارهای سوالهای شخصی در رابطه با زندگی شخصیتان صحبت میکنم. بهتر از نام خانوادگیتان عبدالله جان بگویم. اطلاعاتی بگید دلتان بشما عبدالله نوابی هستم با اسم مستعار شادکام که خوشبختانه از زمانی که با این نام آشنا شدیم و آشنایی داشتیم زندگی روزگاری خدا زندگی که خوشبختانه تا هنوز با نهایت خلوص ادامه داره و راضی از این زندگی هستم و ثمره این زندگی دو بچه و یک دختر به اسم بلال، برهان و دخترم خوشبختانه زلا که به کانادا با دنیا آمده، خانمم
محترم نادیا جان از فامیل ما عزیز و گرامی امیری، فارغ رشته ژورنالیسم فاکولته ژورنالیسم کاله در اون وقتای آخر جدا شده بود از فاکولته ادبیات، دیگه از اونجا فارغ شده و خوشبختانه زندگی خود را با مو محبت و صمیمیت ادامه میتیم و راضی از این نوابی بودن خود هستیم و شادکام هم همیشه دوستا و عزیزا به این نام محبت نشان دادن و با نوابی هم همچنان با عبدالله همچنان محبت دوستا همیشه شامل حال بودن در هر و این را مایه خوشبختی زندگی خود من میدن. اجازه است یک کمک شوخی کنم با شما. خواهش میکنم آزاد. اکثر زندگی هنرمندها پر خم و پیچ بوده. اکثر هنرمندها چند بار عاشق شدن، با شکست خوردن و ای درد دیدن. شما مثل دیگه هنرمندا چند بار عاشق شدین یا واقعا یک بار عاشق شدین و پخته عاشق شدین؟ الکوزایس باز برسونم که عاشق شدن با دل بستگی داشتن است. وقتی که انسان در زندگی خود با دل بسته باشه، با خواسته های دل خود گوش فرا بده، هر لحظه زندگی انسان را میکشانه به طرف عاشقی. عالی. هر لحظه زندگی انسان را میکشانه به طرف خوبی های زندگی. هر خوبی که من در زندگی میبینم، هر عمل کرده که سبب خوشی و دلشادی هموطن من میشه، او عمل کرده مرا عاشق خود میسازه و مرا کوشای عظیم میسازه که من در زندگی خود همیشه در امی خدمت باشم و امی کار خود ادامه بدم تا سبب رضایت خاطر هموطن من، رضایت خاطر فامیل من، رضایت خاطر اولاد من، رضایت خاطر دوستای عزیز من شوه و ای منمو عاشقی همیشگی مرا نشان میده که من عاشق عمل کرده خیر خود هستم و عمل کرده نیک خود هستم و همیشه تلاش به خاطر میتونم که همچه کاری را ادامه بدم. بسیار عالی. امیدوار هستم که همیشه خیر نصیبتان باشه. پناه به خدا. همیشه خداوند سایه لطفش سر شما همیشه باشه. مهربانی ما در یکی از اون شعرهایم خوشم میاد، همیشه امیره گفتیم که به تایید از خیر گفتیم که در اوجه در یکی از غزلا گفتیم تا خیر میرسد ز کفت شر مجو عباس، تا خیر میرسد ز کفت شر مجو عباس، حاتم اگر نمیشوی بیراه او مباش. ما حاتم شده نمیتونیم، ولیکن امی که در امی راه قدم میگذاریم، در نقش پای حضرت آدم حاتم قدم میگذاریم، این هم سعادت است. رسیدن با آتم کاری از ما ساخته نیست، با یک لبخند، با یک محبت، با یک سخن پرمهر در برابر کسی قرار دادن خود را، این کار خیر است و خداوند این خیر ما نگید. آمین. فقط دعای همیشگی ما همی است که خالق ما را توان هرچی بیشتر به انجام امچو کار عنایت بفرمایه و ما را شرفیاب بگردانه که ما در خدمت هموطن خود باشیم. حالا که شما عاشق خانوادیتان هم هستین، پالوی مصروفیت هایتان، خب یه هم جز زندگی بله، میشه گفتم. یه هم جز بله، زندگی بله. میشه شما که حالا عاشق خانواده هم هستین، بله. جز کارهای دیگه ایتان، بله. در خانم کمک میکنین گاهی وقت یکان آشپزی، یکان بینوانه هنرمند بسیار بیننده ها و شنونده ها دوست داره در زندگی و از زندگی و هنرمندا چیزهای بیشتر بفهمند، بله، بدانند. بله. روی این موضوع خواستم بدانم شما هم در آشپزخانه گاهی وقت مسئولیت دارید یا ندارید؟ این را براتون جناب الکوزای صاحب اشاره برسانم که شاید مثل من متخصص در پختن تخم کسی در جالب فامیل وجود نداشت. تنها تخم، تخم نمکی، تخم شیرین، تخم تون، تخم پیازی، تخم پنیردار، تخم پیاز و بانجان رومی، انواع تخم، شور و شیرین، هر چیزی که بگوین، یعنی من در پختن تخم
مهارت کامل و من دارم. شاید یک چای سوب شما هستم. وقت خلاص میگه مش نمونی خبر شاید که دیدین اینا من میفهمم که تابو لذت از اون ولی راستی بود. جالب بود راستی بسیار مزه‌دار با پنیر میگه که یک چیز پخته کن جان بیادر با پختگی و لذتش پخته کن و نه وقتی که و در فیسبوک شما باز ما رو شیر شما کردیم. که صدها رقم پخت و پز رو بلد هستین شاید با مو تکنیک ما براتون تخم پخته کردیم تا هرگز نی نخورد هرگز نی. بسیار جالب بود و من هم مهمان صبحانه شما بودم امروز اتفاقا ما و خوشبختانه ما و شما تنها به تنها بودیم یاد او روز بخیر این سعادت است یام سعادت فیسبوک هم شیر کردم چای بسیار نازنین ترتیب داده بودین راجع به شعر گفتیم خوب است پیش از اینکه یادم بره بله تا جایی که من اطلاع دارم در اواخر مجموعه شعری تانه خواستین به چاپ برسانین اگر در این مورد یک معلومات به بیننده های عزیز ما از لطفتان به صاحب جهان سپاس من اولین مجموعه شعری خود را در پاکستان وقتی که در اون پیشتر که اشاره رسانده که 5 سال در پاکستان ماندیم و او امو آغاز غربت زندگی ما بود و سخت رنجاور بود برای من سخت دردآور بود هر روز امی درد و آلام دوری از وطن مرا آزار میداد و در هر شب هر ساعتی که فرصت میشدم چی در موقع کار بود چی در بیکاری کوشش میکردم که امی احساس خود در لابلای شعرگونه پیاده بسازم و به این ترتیب مجموعه اولی خود را جمع آوری کردم در امو یک بخشی از اون شعرها را زیر عنوان آتشستان یعنی سرزمینی که آتش در اون میسوزه و مواد سوختش انسانهای اون سرزمین است حتما اشعارش هم در رابطه با وطن خواهد بود اکثریتش امتر است اونمو آلامه که از بزرگای دینی خود از رهبرای معزز و گرامی امو وقت و زمان که صاحب شهرتی بودن در کعبه رفتن قسم کردن با جناب نواز شریف صاحب اینا و پس بر آمدن امو قسم ها از هم پاشیده شد هر کدام از این الهام بخش بود برای من که من بتانم چیزی در زمینه بنویسم و امچو اشعار در لابلای این مجموعه شعری اولی از کجا میشه تهیه کردی کتابه؟ والا من خودم شخصا یکی دارم فعلا که البته در تلاش ازی هستم که مع الخیر خداوند توفیق بده تجدید چاپ کنم او را که حتما باز به صورت در خدمت خاط رسیدیم و خاط گفتیم که از کجا میشه که پیدا بکنم که اگر خانه خاط چاپ کنیم خود در داخل افغانستان بعد از که ما از پاکستان آمدیم کانادا امو مدبه کوچکی که به حساب خوشبختانه شاگردم بود و بچه از بچه های لیسی حبیبه بود بعد از که ما آمدیم دیگه باز آل تا جایی که خبر شدیم امو کتاب خود از امو مطبعه کشیده و در پس در کابل میتونن تهیه کنن بله است و من خودم اینجا تجدید چاپ انشاءالله هم قریب خواب کردم و دومین مجموعه شعری ما که شاید بالاتر از 200-250 نمونه شعری دیگه ما باشد زیر عنوان برگ های تشنه انشاءالله که ان قریب به یاری و معاونت یک تعداد از دوستای بسیار عزیز و گران قدری که جناب قرضای صاحب هستن و جناب مهربانی پیکار صاحب و مهربانی نوری صاحب و اینا شامل حال هستن که سبب میشه محبت همه تا زمینه چاپ همی کتاب فراهم بسازم کتابی که همی مجموعه که تازه به تاز میرسه بنابرای برگ های تشنه انشالله تا یک ماه دیگه بخیر شرف چاپ خواهد یافت و پس ما منتظر کتاب باشیم 100% من انشالله که در قلباب میکنم در پشت دروازه ممنون اگرچه من لابلای اشعارتان لطف کردین همیشه بر من تلفونی خواندین خوشبختانه ایده شنیدیم کتاب بسیار پر محتوا کتاب بسیار جالب و کتاب واقعا با ارزش است کوشش میکنم که حداقل امو درد و آلام ام وطن خود درد و آلام که من خودم نسبت به دوری از وطن از غربت از رنج که به حساب و هر ام وطن من میکشه و او قسمی که در
اولین شعر خدمت شما باز رساندم که او مبین اینم تو یک آلت است. هر کدامش مبین از خوشی اموطن خود خوش شدیم و از غمش همیشه غمگین بودیم که خداوند این خوشی ها را همیشه برای اموطن من ارزانی بداره تا از خوشی از اونها من هم آمین. شاد و خوش باشم. آمین. محترم نوابی صاحب، چند سوال کوتاه شما میکنم با بلی و یا نخیر جواب اگر لطف کنین. خب بخیر. از آنجایی که رنگ خصوصیات درونی انسان تقریبا نشان میده، شما در رنگ ها و به خصوص که رسام هستین و هنر رسامی را شما دارین، در رنگ ها کدام رنگ ها را زیادتر ترجیح میدین در رسامیتان و کدام رنگ باب دل خود شماست؟ رنگ زرد فصلم فصل خزان، ای در فصل ها فصل خزان در رنگ ها رنگ زرد که خود خزان زردی را داره، ما دلبسته فصل خزان و رنگ زرد شد. دلیل خاص نداره؟ دلیل خاص با روزگار خودم با شخصیت خودم سازش داره، به اون سبب زیادتر دلبستگی به می سبب داره. بسیار عالی. پس به این سبب اگر من سوال کنم زمستان یا تابستان، حتما جوابتان خزان خود بود. از اون سبب قبلا گفتیم که سوال دیگه اگر ترک کنید، زمستان منجمد است و فصل فعالیت نیست. هر قدری که امکانات باشد در تابستان از گرمی شاید کار کرده نتانیم، ولی که خزان بهترین فرصت است که نه سرد سرد و نه گرم گرم آدم میتونه نرمال کار کنه. سوال من میخواستم سوال کنم زمستان یا تابستان، اما از آنجایی که گفتیم خزان خوشی میاد، من فهمیدم که حتما جواب من سوال گرفته باشم. عبدالله جان، شیرنی دوست دارین یا ترشی؟ والا الکوزه سیم اگه بگویم من به شیرنی گشته نمیتونم، امیال شاید اگر ایره به حساب روز اید به ما آوردین یا راستی در جیبتان همیشه میباشه؟ من در می بایکای سپورتیم به شیرنی نیستم، در جیب خود از طرف که بیرم به حساب این چاکلیت همیشه همراهی تانه؟ چاکلیت کتیم هست. پس شما عاشق چاکلیت هم هستید؟ والا یکی از چیای از ویژگی های عشقتان هم چاکلیت، چون ما همیشه فعال ورزش بودیم و شنی مرا انرژی میتا، هیچ وقت به انرژی مرا در محیط سپورت نمیرم و به انرژی از خدا باد از سپورت نمیمانم. خدا کنه که سر علوا بوره نپردیم یا اصلا من یاری باور کنیم که ما کتی کچالو هم مربا خوردیم، کتی کفت هم مربا خوردیم و به این ترتیب کتی ماش پلو انگور خوردیم. شنی در صورت بسیار دوست داریم. عالی، بسیار خوب. یعنی واقعا کسی که عاشق چاکلیت و در جیبش هم همیشه باید باشه. همیشه است. بسیار خوب. به عنوان آخرین سوال، بله، اگر شما یک خاطری جالب و شیرین تان برای بیننده های تلویزیون و بر شنونده ها لطف کنین بگویید. ولی گذاشته به تو خاطره بساب خاطره زندگی که من شاید کمتر او را از یاد برده بتانم، جمعم شاید 3 ثانیه 4 ثانیه 10 ثانیه یا 15 ثانیه بگیریم یا نیم دقیقه دوام نکرده باشه. در پاکستان بودیم که یکی از خب در این دورانی که غربت است و هفته های اول است که بیادر، یکی از این پوستر لالا شاد کام لالا شاد کام، من که دادم دور سعی کردم این بیادر چهرهش خواهید بد من آشنا آمده نمیشه. یه دیگه با چنان محبت طرف من دویده آمد، من که این محبت از دیر دیدم برای دیگه ایره کم نآورده باشم که نشان نداده باشم که بیادر من نمیشناستم، خود بیادر من مرا در تلویزیون دیده فکر میکنه که ما همیشه میبینمش چهرهش برای ما آشناست. او لالا شاد کام مام سعی ایره در بغل گرفتیم از دو کده چرتر ایره در بغل لامتر نوازش هم دادین؟ بله نوازش هم دادین؟ فقط امی یک چرت دادمش پس به زمین ماندم. لالا مرا شناختی؟ این دیگه مشکل ترین سوال است برای من در زندگی، من نام در حافظه من نمیمانم. لالا مرا شناختی؟
مرد که برای ازی که آله کدردی از خودی نشان داده باشد آله لای قند پوستت من در چرم گریم رو تو جا جالب پوستت در چرم گریم رو شدستم که آله ایلا بده بگو لالا من کیستم ای دیگر ای ایلا نمیده یعنی باور کنین که نمی سراسر وجودیم در طرف نمی چند ثانیه یک یرک پر شده بیا در ایلا ایم بده در دل خود میگم برش نقطه متد حال هی ایلا نیست حالی من کی هستم من دیگه تصادفم امروز رفتیم و بازی کردیم و به حساب از عوض بر آمدیم و وجود کری دیدم یادشان بخیر به حساب مادلی شناور در عوض دیدم این چهره شم میتونه که چیز در چهره به او سر میخوره برو لالا شناخته متد نه بگو من کیستم من کنم بیادر لالایم هستی حالی کدام لالایت ای شلکی از دید دیگه هیچ در زندگی شاید یادم نره حالا دیگه من چی بگویم که نام چیز یادی بیاده لالا مادلی شناورم هستی یعنی لالا بی بی که نشناختی من پالوان فلانی هستم و بیاده دیدی که من شناختیم تو هم پالوان هستی مادلی شناورم پالوان بسیار و شاید هم این سوال یگانه سوال باشه که شما تعجب کردین که چی جواب بود؟ چی بگویم؟ سوالی که جواب من از این صمیمیتی که من برای این نشان دادم من نیست یک نفر یک من از طریق تلویزیون دیدی و تو انتظار داری که من تو رو بشناسم با خدا که خدا بیا شی خاطر من گشته باشه اگر نه من یک نفر را ببینم در یک جای یاد میاد که به حساب یکی در کانادا من یک 4-5 سال پیش یکی دیدم در سال 25 سالت شاید 30 سالت یاد نبود شاید کنم سوید از سلام علیکم سر دسته می خودم من کنم بادر تشکر گفتم آقا جان نظر به سن سالت به صاحب شاگرده های عبیبیه نمی مانی جوانتر هستی اما چهرهت برای ما آشناست که بدیده می تن گفت شاید کنم سوید من در کودکستان نازو شاگردتان بودم بسیار در کودکستان نازو که من همکاری می رفتم در بخش درامه و ترانه و اینا اکتشان همکاری می کنم چهرهت گفتم در یاد ما هست اما گفت آه مرا در اونو جدیدیم اونو. اما جالب. این بیادر ما را من ندیده بودم خدا جالب. راستی یاد ایت چریش در یاد من نبود خاطری بسیار جالب هرگز فراموش تنم نمیشه به ایت صورت هیچ وقت در زندگی من به او هر در ظرف چند ثانیه او تا عرقالود نشده بودم که شده با تشکر از افغان نوبل تیوی به گردانندگی قارجان رؤوفی که برای ما این وقت میسر ساختن تا در خدمت بیننده های تلویزیون و شنونده های تلویزیون باشیم. قارجان خودشم یک کرم کمرمین ورزیدی تورنتو جهان سپاس و تشکر میکنم از اینکه مهمان خانواده های شما بودیم و حوصله مندی داشتین تا گفتشونیدی با محترم عبدالله جان داشته باشیم و تا فرصت در اختیار است من هم به نوبه خود از تک تک بیننده های گران قدر که با سلامندی پرگویی های ما را به حساب استماع فرمودن یک جهان سپاس و تشکر از جناب قارجان رؤوفی گرداننده و تهیه کننده به حساب تلویزیون نوبل که به حساب همیشه کارهایشان در خور ستایش و قدر بوده اونا با سلامندی حرفا و صحبت های ما را ثبت کردن و به خدمت شما او را قرار دادن تا شما با محبت ببینین از شما و از قارجان و تلویزیون وزین نوبل جهان سپاس تشکر میکنیم با عرض خوشبختی ها سعادت و کامگاری های فرد فرد شما یک دنیا تشکر از شما لطف کردین بسیار زیاد تشکر از اینکه بر ما وقت دادین و میمان خانواده های عزیزا خود شما ساختین جهان سپاس شما تشکر. ممنون کردین.